مگا وقتی که در ترکیه آمدیم ما رفتیم خودمان را رجیستر کردیم. رجیستر همون جایی که میرن وقت میرن در پلیس خودشان تسلیم میکنن. مگا رفتیم رجیستر کردیم، دولت ترکیه به ما یک خانه داد، دیگه ما یک اتاق داشتیم. میگه ما با خودم گفتم که دیگه ما در ترکیه آمدیم، ممکن است که ما از جا براییم سال دیگه یا همین سال ما خارج ما را روان کنه. میگه ما را اکت این مدک شب آمد، ما در او خانه یک هفته شیشته بودیم. میگه ما با خود کل پلان ها را سنجیده بودم، گفتم دیگه اینا لازی طلاق میگیرم، تلایم در پیش مسته، تلام لا بسیار داشتم، یک پیسه مادر منو برم داده بود خرجی، دیگه خود ازم پیسه داشت. میگه کت شو که آمد کت از گپ زدم، میگه میفهمیدم کی را میخیله کنم این مره میزنه، امی یک گپ بر علیه هزی بگویم میزنه. خوب دختر کل چیز جور کرده بوده. میگه شو که آمد از بیرون بعد از چاشت، میگه ساعت 2-3 بودی رفته بود بیرون که آمد خانه. میگه که خانه آمد، من گفتم کجا بودی، دستش قول مغول کردم که مرا اینج تنها مانده روز سابقار میری میگردی. میگه یه طرف می اکسایی کرد، گفت ای 4 روز نمیش آمده وقت ادای خارجی ها رو در میاری. گفتم که دیگه تو نکنی، اگه دیگه تو بکنی گفتم 2 روز از طلاق میگیرم. میگه این طرف هم دید، گفت خو، گفت برای امو مرا ترکیه آورده. گفتم آه، پس برای چی آوردم؟ نه نکنه برای کله کتت آوردم که تو چیمای بادامی زشت بدرنگت. میگه طرفم یک دید هیچی نگفت، باز دوباره گفت که خو خیلی کدا میده زیر پای تو شیشته بوده، تو رو یاد داده بوده. گفتم هیچ کس کت من نشیشته، من از تو طلاق میگیرم یک رقم خودم میگیرم. مگه همی چپلی در پایش بود، چپلی شکشید. میگه تا خوب دوست زور داشت مرا زد، میگه چپلی در بغل رویم خورد، در این طرف اون طرف سیاه شد. میگه من قول مغول و جیغ در یک میگه در یک خانگاه بودیم، همه آپارتمان هایی بودیم که خیلی افغان ها اوجا میشتن. میگه کلگی جمع شدن، دیگه دو سه تا فامیل ایرانی بود آمدن. گفت که چی شده، دیگه در ما را زدن و خلاصه کلگی جمع شدن و ما کل بدنم سیاه و کبود. یک ایرانی که اوجا میشش، زن ایرانی، رویش طرف شوهرم کرد، گفته جا افغانستان نیست که زنه توی تو میزنی. گفت دال در پلیس زنگ میزنم. میگه شوهرم رو از خانه بیرون کرد، گفت برو گم شو ایرانی، تو آمده چی میگی؟ میگه این همه گپ خلاص شد، 10 دقیقه طول نکشد که پلیس ترکیه آمد. آمد گفت چی شده؟ گفتم اینی مرا زده. گفت چرا؟ گفتم اما تو میزنه مرا بیرون که میره مشکل اعصاب داره. میگه دو پلیسا گفتم. میگه پلیسا ایرا گرفته بردن. میگه مرام گرفته برد، مرام برد. یک زن گفت ایرا ببینید که ایرا چی کرده. میگه مرا بسیار زده. میگه می جای چپلی ما بدنم سفید تو البته چاقه کن بودم، جای چپلی میگه در تمام بدنم مانده بود. میگه در جایی که همه تو زده بود، در نظر دادم که باید تایپ کسی که میزنه. میگه جایش همه تو. میگه پلیس گفت چی میخوایی از من؟ گفت گفتم طلاق. گفت از شوهر جدا میشی؟ گفتم آه. گفت به خاطر که می تو را لب کردم میتونیم ما ایرا چیز کنیم، ایرا جریمه کنیم یا ایرا زندان کنیم. گفتم نه، جریمه که چی، بر ما پول پیسه بده ولی من را جدا کن، از این ما طلاق میگیرم دیگه، امرا این نمیشن. عزیزان نگفته نمانه. میگه قدر ما از این بدم میامد که وقتی که امی چپلی ها را که در بدنم زده بود، میگه ما در نظرم میرسد که یک بر ما یک توفه ها را داده. میگه به خاطر که بر ما یک مدرک شد که من از این طلاق بگیرم. خلاصه من نامش خلاصه میکنم. میگه ما کت از جنجالای ما پیش رفت تا طلاق مرا داد و طلاق گرفتیم. میگه از جدا شدیم. میگه همین خانمی که آمده بود خانه ما، میگه من کس دیگر نمیشناختم. میگه من کتمی تلفنی را داشتم و این تلفنی مرا داشت، ای زنگ زدم گفتم من جایی ندارم، این حال مرا طلاق گرفتیم، مرا دولت ترکیه میگه دو خانه تو برو، من دو خانه نمیرم، نه من چی کار کنم؟ همین میشه و یک شب دیگر من یک جای دمه پیدا کو باز تا که دولت بر من یکان خانه جدا میتن. میگه ای خانم مرا گفت من یک خانمی را میشناسم که یک خانم ایرانی است، برای خانه پیدا میکنه، برای یک کل لگه خانه پیدا میکنه، کسایی که مثل شما است بسیار سرپرستی میکنه، من برش زنگ میزنم و میای تو رو میبره. کجا هستی؟ میگه من دیگه گفتم که من یک جای آدرس دادم، گفتم یک پارک است در لب پارک ششتم بیا. میگه
یک تقریبا یک ساعت ما اونجا منتظر بودم که یک ماشین از اون طرف آرن کرد، مرا صدا کرد، میگه دیدم که یک خانم است، خانم مسن تقریبا یک 60 سال و شما قرار هستم، میگه که نمیفهمیدم، گفت که سهیلا هستی، گفتم آره، گفت بیا بالاشون، میگه مرا گرفته برد عزیزان، میگه مرا گرفته برد، میگه مرا در خانه برد، میگه شو ما در خانه، میگه در خانه رفتم، آه میگه وقتی در خانه من در آمدم دیدم که دو سه تا بچه جوان ششته، میگه اما تو بچه های ایکلی، ایکلی ایرانی مقبول مقبول خودش میگه دیگه، در نامش نوشته کردم، میگه من اینا رو دیدم، همین تو خوب دختر، ما دختر افغان در جای هستیم تا آزاد نیستیم عزیزان، ولو که در امریکا هم کلان شده باشیم، ما و تو گدوت نیستیم، ای را ما به زیر حق میتونم که، میگه ما اما تو یک اوشپرک شدم، میگه کلشان سیتایی استاد شد، گفت بفرما بفرما جای خواهر ما میشی تو، بفرما غریب هستی، وای ما شنیدیم که میگه شوهر تو را زده، خاک در سر همه افغان ها، اینا که یه جیوان هستن، یه جمعی تو زنم کس میزنه، همه تو دایی خو... میگه میگه یکش میگه وای چه قیمه تو مقبول هستی، توی چهره افغانی ها نمیمانه، چهرت مثل ژاپنی هاست، چهرت مثل تو بیخی ایرانی ها وری هستی، یه افغان وری نیستی، میگه همه تو مرا فقط دمی تو پوف میکنن و تعریف میکنن، میگه چی بگویم پیش شما، یه خانم بر من چای آورد، میگه گفت که بیای چای بخور، در این خانه ما اتاق دارم، در این خانه هر کس که زندگی میکنه اینجا برای ما پیسه میتن، نه تو باید کار کنی پیسه اتاق تا بیتی برای ما، میگم من گفتم خوب، میگم من در نظر میگفتم من اینجا در پیش اینا یک دو شبه میباشم تا که خانه پیدا کنم، خب من فردایش میرم دمو کمیونیتی که افغان هاست اوجا میرم میسپارم دم اینا که برای من یک خانه، میگم من اصلا قصد داشتم، من در دلم میگفتم که سال دیگه من روان میکنه امریکا یا استرالیا یا کانادا یا اروپا، میگم من گفتم خب، میگه خانم دما گفت یعنی یک اتاق جا است یک اتاق جا، در این اتاق که است مردا خواه میشه شو، ما دخترا که میای در این اتاق دیگه شو دخترا خواه میشه، دختر و مرد و زن ما یک جای نمیمونم، من ایرانی هستم مسلمان هستم، میگه بسیار پوفاکت میگه در پشمه، میگه من تو خودم یک رقم خوب احساس کردم، گفتم خوب است دیگه شو دوم اتاق خواه میکنم، در ما قفل میکنم از سرم، اینا اگر خود طرف شاید به ایمانم نباشن که در سر ما به تجاوز کنن، میگه چای خوردیم دیگه شام شده بود تقریبا، میگه زن یک زرگک برنج بودم روی نمیفهمم یک چیز سبزی میگه پیش ما آورد، میگه خوردیم، میگه در سر دسترخوان همین مردا ظرفا را میشی هم ظرف مردا جمع میکنن، میگه اگه من میخیزم من نه 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 خانم خوشگل تو بشی، خانم نام خدا بده، من میگه ماشالله چی یک بدنی چی یک هیکلی، همی تو میگه شو نانه که ما خوردیم، میگه می تو مرا میگه کل ما کوک خوردیم در سر همون نان، میگه کوک خوردیم، میگه تو سر مرا یک درد گرفته، تو درد گرفته، میگه هیچ نمیفهمم که در زمین هستم، میگه می تو خسته خون بود، میگه دیگه مرا یه زن خانم کشال کشال برد در سر تخت، گفته در سر تخت خود خو کوی تخت تو هست اینجا خو کو، میگه عزیزان سرتان در درد بیارم، بسیار خودم از این نامه یعنی این قدر من احساس بدی دم دست داد، از بس که من ناراحت شدم قبلا قلبا، یعنی من چی بگویم براتان، میگه هیچ کس در زندگی کسی مقصر نیست، هر چی هستیم خود ما هستیم، هر چی میکنیم در خود ما، خود ما میکنیم، زهر میخوریم خود ما میخوریم، اگر کدام کار بد میکنیم خود ما میکنیم، بدن از ماست، مغز از ماست عزیزان، هوش و عقل از ماست، وقتی که خداوند بر ما عقل داده ما چرا اتو نادان شویم، میگه خوام بردش خبر ندارم، میگه یک زمانی بیدار شدم که خورشید بر آمده و طرف ساعت دیدم که اوه ساعت 11 روز است، و عزیزان شو ایره کدام چیز اگه در درون هم کوکش انداخته ای که خورده خوب تا میستو و میستی نفر دیگه، ما ایره خودش میگه دیگه که ما فهمیدم که 3 نفر نوبت به نوبت در سرم تجاوز کرده، دختر افغان گفته عزیزان توبه بکشین، ما دختر افغان هستیم، اوشتان باشه
عزیزان میگه که این نوبت در نوبت اینا فهمیدم که در سرم، به خاطر که وقتی که من بیدار شدم هیچ چیز در جانم نبود. میگه این خانم اومد گفت بیدار شدی؟ گفت چرا کالای تلوش کردی؟ میگه ها قول مقول سرم رو انداخت اینجا من زندگی میکنه، کالای تو بپوش. گفتم ما کالای ما لوش نکردیم. گفت خوب پس کس کدام دیگه اومد لوش کرده؟ او بچا که هیچ خانه نیست، اونا شاو کم تو خاوت برد، اونا رفتن بیرون، در بار رفتن، در دیگه جای رفتن، کجا رفتن؟ میگه دستم کل غال مغال کرد.